حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار دعوت شده به این مذاکرات. البته چند و چون و نحوه تنظیم مذاکرات بعدا روش بحث میشه، اما اصل و پرنسیپ ای است هر او افغانی که در برابر حکومت خود و در برابر وطن خود بنابر هر علتی که باشه اسلحه را گرفته و دست به خشونت میزنه، چانس داره که از این فرصت استفاده کنه. در چارچوب همکاری های چهار جانبه دیروز همچنان تاکید شد که اگر اونایی که نمیخواهند جز پروسه صلح باشند و تلاش های جنگجویانه خود ادامه بدن، هر چهار کشور متحد است که در برابرش اقدامات همه جانبه من جمله اقدامات نظامی را انجام بدن. خوشبختانه داریم.